مهمان من در این برنامه زنی است که در فضای سیاسی سالهای اول انقلاب ایران بسیار فعال بود. او در سال 1358 به همراه رفقایش اتحادیه ملی زنان را پایگذاری کرد و عضو هیئت اجرایی اتحادیه و عضو هیئت تحریریه نشریه برابری ارگان اتحادیه ملی زنان بود. او مثل بسیاری از فعالان سیاسی در سال 1363 مجبور شد کشورش را ترک کند. هایده مقیسی پس از مهاجرت به کانادا ضمن ادامه فعالیت های مرتبط با حوزه زنان کارهای دانشگاهی را بر جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه یورک کانادا متمرکز کرد. او تا به حال چندین کتاب در خصوص جامعه شناسی و مطالعات زنان منتشر کرده و دومین کتاب او عنوان بنیادگرایی اسلامی محدودیت های تحلیل پست مدرن به عنوان برجسته کتاب اکادمیک سال 2000 کانادا انتخاب شد. هایده موریسی در سال 2011 برنده جایزه بنیاد ترودو در کانادا شد و کنفدراسیون های استادان دانشگاه های اونتاریو هم جایزه زن برجسته آکادمیک سال 2014 را به او اهدا کرد. با او در خانهش در شهر تورنتو کانادا گفتگو کردند. های حایده مقیسی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. متشکرم. خانم مقیسی شما در خصوص بنیادگرایی اسلامی تحقیقات زیادی کردید. مقالات و کتاب‌های منتشر کردید زمینه هم. شما معتقدید که زن‌ها بیشتر از مردها از محافظه‌کاری فرهنگی و اجتماعی که به زعم شما همه جا ویژگی مشخص جنبش‌های بنیادگراست آسیب می‌بینند. بله. چرا همچنین برای اینکه اگر که ما تعریف روی یه تعریف از بنیادگرایی توافق کنیم و اون اینه که بنیادگرایی در تمام مذاهب تمام ادیان نظرش به گذشته است تصور یک دوران طلایی گذشته که جوامع باید به اون برگردن به اون دوران برگردن و برای همین تجدید سازمان میخواد بده این جوامع رو و در قلب تمام این بنیادگرایی اگر شما نگاه کنین میبینین که مسئله جنسیت زن و مسئله تجدید سازمان روابط جنسیتی روابط زن و مرد نکته کلیدی این به اصطلاح هدف هست و به همین جهت خب سیاستهایی رو اتخاذ میکنن برای بازگشت به گذشته که در حقیقت به زیان و بیش از همه به زیان زنان هست فرض کنین اگر که جامعه یک قدم هایی در راه تجدد و تجدید سازمان برداشته شده این باید برگرده به گذشته زن برگردن به موقعیتی که در گذشته داشتند عمدتا با نقش همسر و مادر رو داشتن پشتیبان مردان بودن حالا بگذاریم که به حال سرویس دهنده همه نوع هم از لحاظ جنسی و هم از لحاظ پشتیبانی اخلاقی و خب همه اینها یعنی با برگشت به اون دورانی هست که زن موجود مستقلی نبود حقوقی نداشت و در اجتماع حضور نداشت تمام بنیادگراییهایی که من نگاه کردم حداقل در ادیان مدرن این مسئله رو با مسئله روابط جنسیتی و روابط زن که شما به اشاره به ادیان دیگه هم کردین برای اینکه شما میگین که اسلام مکتبی نخستین رسالت خود را سر سامان دادن به مناسبات جنسیتی و فرهنگی کنترل زنان و حفظ اقتدار خانواده پدرسالار میداند حالا به سوال من این بود که به نوعی جواب دادید شما که اینکه آیا این عمل کرد و نگاه فقط مختص بنیادگرایی اسلامیه؟ بله نه به هیچ وجه مسئله فندمنتالیزم اسلامی این هست که بخصوص در کشور ما و چند کشور دیگه که به هر حال اینا در قدرت هستن این هست که اینا مسئله حق قانون گذاری دارن و اجرای قانون بله. و این خیلی در تفاوت قدرت می در قدرت یعنی بله. آره. قانونگذار و بله. مجری قانون هر بله. در مورد جنبش زنان شما چند قبل در یک مصاحبه ای درباره اعتراض اخیر زنان ایران به حجاب اجباری از مقاومت گسترده زنان صحبت کردید منظورتون از مقاومت زنان چیه یعنی تفاوتش با جنبش زنان چیه در واقع بله. 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 خب مقاومت زنان به نظر من از فردای انقلاب شروع شد به حال خب من یه بخشی از این حرکت زنان بودم تقریبا سه هفته بعد از انقلاب بود که اون تظاهرات بسیار وسیع زنان علیه فرمان حجاب آقای خمینی صورت گرفت و شعارهایی که میدادن خیلی روشن بود که اتفاقاتی رو که بعدا در ایران افتاد فرض کنین لغو قوانین خانواده قانون حمایت خانواده مسئله ممنوعیت ورود زنان به بعضی از رشته های دانشگاهی یا باز خرید کردنشون و خلاصه شرایطی رو فراهم آوردن به اینکه زنان خودشون داوطلبانه از به اصطلاح عرصه اجتماعی خارج بشن اینا رو زنا میدیدن و بنابراین این, مقا... این, در حقیقت مقاومت بود اما در پروسه این مقاومت بسیاری سازمان های زنان ها ایجاد شدن هم سازمان های سنفی توی وزارت ها توی دانشگاه ها توی حتی مدارس و اینا شروع شد و جنبش تفاوتش با مقاومت که هم میتونه فردی باشه هم اجتماعی اما اگر یک بسرا استراتژی وجود نداشته باشه یک برنامه مشخص با یه هدفهای مشخص که اولویت ها رو تعیین میکنه وجود نداشته باشه این ما بهش جنبش لزوما نمیگیم در سوسیالوجی اینو بهش جنبش نمیگن اها. همون مقاومت هست درست. یا حرکات اعتراضی هست و شما فکر میکنید کماکان این حرکت به صورت همون مقاومت در جریانه حالا سالینه که چرا این حرکت های اعتراضی زنان در چهر سال گذشته همچنان خودجوش بیسازمان و پراکنده و متکی به افراده این یه واقعیت هست حال و من فکر میکنم علت عمده نبود دموکراسی در ایران هست نبود امکان آزادی تجمع و آزادی بیان در ایران هست حال مسئله ایران شاید از معدود کشورهایی باشه که سخن گفتن در مورد حقوق زنان یک مسئله امنیتی هست و این به طوری که میدونیم در صفاور هست که زمان آقای خاتمی حالا آیا اون میخواست این باشه یا نباشه حال قانون از مجلس گذشت که زنا حق یعنی هیچ کس حق به اصطلاح سخن گفتن از مسئله حقوق زنان و به قول اونا تبلیغ در مورد این مسئله به خاطر اینکه دلیلش هم جالب بود سبب جدایی دو جنس میشه رو نداره یعنی این ممنوع هست خب وقتی به اصطلاح یک حرکت اعتراضی به قوت قانون مسئله امنیتی میشه خب طبیعتا مسئله مرگ و زندگی هست برای زنان چنانکه که خب ما دیدیم که یعنی در این دوران دیدیم که زنهایی فقط فرض کنید اون زهرا بنی یعقوب رو که در در فکر کنم یه دهه پیش بود که بازداشت کردن به خاطر اینکه بخشی از جنبش یک میلیون امضا بود منظورم این هست که م... وقتی میگم مسئله مرگ و زندگی واقعا مر... مرگ و زندگی است الان نرگس محمدی و بسیاری از زنان دیگه که در زندان های جمهوری اسلامی هستند واقعا به چه جرمی به چه جنایتی اینا در زندانند جز اینکه خواهان حقوق بشر هستند خواهان حقوق برابر و منصفانه تر برای زنان هستند خب این به هر حال این مسئله است دیگه من در واقع مانع نبو... از تشکیل جنبش جدی و سازمان یافته زنان خب این به این معناست که در واقع تلاش اولیه اون کسانی که دنبال دموکراسی و جامعه دموکراتیک و سکولار هستن در مرحله مرحل اول تلاششون برای ایجاد دموکراسی باشه یعنی <تصف> یعنی با با نظریه شما در واقع جنبش برای احقاق حقوق زنان در اولویت قرار نمیگیره دموکراسی در اولویت قرار. ببینین تمام بحث ما در همه این سالها و هر آنچه که من نوشتم که شما بهش اشاره میکنین این بوده که ما در مسائل اجتماعی احتیاج نیست که اولویت بندی کنیم که چه چیزی مهمتر از چه چیز دیگر است تمام اعتراض ما به سازمان های چپی که یا سازمان های ملیگرایی که در دوران انقلاب و بعد از اون فعالیت داشتن این بود که بسیار خوب ممکن هست که ایران در معرض تجاوزات یا احتمال تجاوزات خارجی و امپریالیسم داشته باشه اما احتیاجی به اون نیست که ما بعضی از مسائل دیگر حقوق میقی که مربوط به حقوق بشر هست فدای به اصطلاح رسیدن به اون هدف بکنیم به هر حال ما به عنوان انسان فکر کنم این هوش و این توانایی ذهنی رو داریم که در آن واحد به چندین مسئله توجه کنیم بنابراین نه به هیچ عنوان من معتقد نیستم که مولویت بندی نیستید هم میتونه بده خب حالا شما صحبت کردید که از فردای انقلاب مسئله مقاومت زنان شروع شد و اعتراض ها همجور ادامه داره اثر من از شمس هم هم دارن میبینن این ولی اخیرا حرکت های جدیدی به وجود اومده هم. مثل مثلا از آزادی های یواشکی شروع شد چارشنبه های سفید کشف حجاب در ملع عام و غیره این رو چه تحولی چه چیزی در جامعه ایران صورت گرفته که یک دفعه این اعتراضات هم تشدید شده و هم این اشکال خیلی ملموستر و مشخصتری به خودشون گرفته بله چند چیز هست به نظر من امه. اولا که چهل سال حکومت زور و پاسخگو نبودن به خواستهای مردم و خواستهای زنان شرایط زندگی زنان به مراتب بدتر از نه حتی قبل از انقلاب حتی دو دهه قبل شده از لحاظ مشارکت در نیروی کار تمام آماری که ما داریم از مرکز آمار ایران بگیرین تا بعضی بررسی هایی که فرض کنین نهاد ریاست جمهوری کرده همه اینها نشون میده که مسئله بیرون راندن زنان از بازار کار به طور جدی دنبال شده و نتایجی هم داشته در پارسال بود که هم مرکز آمار و هم معاونت ریاست جمهوری مثلا تایید کردند که الان میزان بیکاری زنان تحصیل کرده دو برابر مردان هست این دیگه بررسی من نیست بررسی خود دولت هست دانشگاه ها درست است که تعداد وسیع از زنها تنها راهی رو که میبینن که ممکن هست بتونن به فعالیت های اجتماعی به اصطلاح دست مزدی دست پیدا کنن اینه که به دانشگاه برن ولی خب ما میبینیم که الان حدود تقریبا صحبت فکر میکنم میلیون ها فارغ و تحصیل هست که امکان دسترسی به شغل را ندارن و سهم زنان در این میان خیلی خیلی بیشتر از مردان است بعد بسیاری از سیاست هایی که دنبال کردن جنسیتی کردن مسئله آموزش هنوز که هنوز هست اگه خاطرتون باشه زمان آقای احمدی نژاد هفتاد رشته تحصیلی به روی زنان بسته شد بعضیاش خیلی مسخره بود مثلا چرا باید آموزش زبان انگلیسی برای زنها وجود نداشته باشه ولی به هر حال این شده خب زن اینو میفهمن اما فشار و اجهاب بیشتری هست خیلی خیلی, بودنشته. بیشتر مسئله حجاب و طرح افاف مسئله اسید پاشی روی زنان بدون اینکه عقوبتی داشته باشه و اقدام جدی در مورد اونا به عمل بیاد خب همه اینها رو مردم میبینن گشت ارشاد و فعالیت هایی که میشه در این مورد این مسئله دیگه پنهانی نیست آها. بسیار خوب یعنی اینها سبب شده که به هر این اینها یه مسئله هست خب. دسترسی به اینترنت و بره. اطلاع از شرایطی که دیگران زنان دیگر در کشورهای دیگه دارن نه. امکاناتی که برای کامیونیکیشن از... هم رفته همه بالا ای اینا طبیعتا خب حالا از طرف دیگه ما میبینیم که تا حدودی حاکمیت هم به عقب تو این زمینه ها به خصوص در مورد حجاب ما تقریبا حجابی که امروز در جامعه ایران هست با حجابی که مثلا 7 ده سال پیش بود خیلی متفاوته تقریبا حجاب اونچنان محکمی هم نیست در جامعه یعنی به واسطه همین اعتراضات خود زنها اینها شما فکر میکنید یک روندیه که حاکمیت بالاخره به این نتیجه رسیده که ممکنه نتونه مقاومت بکنه در مقابل این تشدید اعتراضات زنها فقط میتونیم امیدوار باشیم ولی من نشانه هاشو نمیبینم واقعا شما فکر کنید دو تا از مهمترین قانونگذاران ایران یعنی آقای لاریجانی و آقای متحری رئیس و نایب رئیس مجلس رسما میگن که در مجلس و به مطبوعات میگن که باید اقتدار پلیس حفظ بشه و هیچ مسئله نیست اون یکی آقای لاریجانی صادق لاریجانی که دقیقا همین رو میگه به حال یه مبارزه در ایران هست اینو نمیشه انکار کرد مبارزه هم درون حکومت هست و هم بین حکومت و مردم و طبیعتا بحران های دیگری که در ایران وجود داره بحران شدید اقتصادی که در ایران وجود داره جنبش دی زنگ خطره حالا هر چی که در مطبوعات اینو یه چیز به اصطلاح بی اهمیتی قلم داد بکنن ولی واقعا خب زنگ خطری برای حکومت ایران بود که این دیگه مسئله این نیست نمیتونن مانند جنبش سبز بگن که به اصطلاح طبقه مرفه اومدن بیرون برای اینکه آزادی ها و بیبندواری ها رو میخوان به نظر من مسئله عقب نیشه نیست چهار سردرگمی هست واقعا نمیدونه چجوری باید با این مسئله کنار بیاد در مورد همون به اصطلاح دختران انقلاب که واقعا کار قابل تحسینی کردن همین مسئله در گفتگوهایی که انجام میشد با مطبوعات کاملا واضح بود که اینا نمیدونن با این مسئله چی کار کنن خدا. حالا از طرف دیگه ما میبینیم که این که مثلا یک ابتکار فرد اون هم از خارج از کشور از ایران میتونه یک جریان گسترده در داخل ایجاد بکنه منظورم البته از ابتکار آزادی یواشاکی خانم مسیح علی نژاد و متاقب اون ما با, با چارشن سفید و اخیران کشف هجاب در ملعه آمینا رو برسیم این که یک همچین اتفاقی به واسطه یک ابتکار شخصی اون هم در خارج میفته در ایران این در مورد جامعه ایران چی میگه در واقع به شما؟ به نظر من در مورد اول اینو من بگم که به ابتکارات فردی من احترام میذارم این نیست که اینو نفی کنم که چون ابتکار فردی هست ارزشی نداره اما به نظر من در این به اصطلاح ارزیابی یک نکته ممکن هست که کم اهمیت شمرده بشه و این هست که چهل سال هست زنان ایران دارن در مقابل اجاب مقاومت میکنن به هر شکلی اون به اصطلاح آزادی به نسبی که شما بهش اشاره کردین که با هجابی که فرض کنین در سالهای انقلاب اول انقلاب تحمیل میشد تفاوت کرده نتیجه مقاومت زن ها هست درسته یعنی همون به عقب بردن نیم سانت نیم سانت اون روسری ها نوع مقاومت هست اما این رو هم من بگم که مسئله واقعا اقدامات فردی و مسائل فرهنگی بسیار اهمیت داره اما مسئله شاید اونقدر مسئله زنان زحمتکش یا زنان روستایی نباشه که تا حدودی در تمام این مبارزاتی که از لحاظ فرهنگی شد توسط زنان حتی اون یک میلیون امضا که بسیار مبارزه بسیار خوبی بود برای اینکه آگاهی رو میبرد به جامعه مسائل مربوط زنان زحمتکش و زنان بیکار زنانی که از بازار کار رونده شدن یا حتی حق دسترسی بهش رو ندارن اینا هست که باید البته اینو من باید بگم که اهمیت داد خانم علی هم هیچ وقت نگفته که من و همه زیر سر من و من مؤتکرم اهمیت مطمئنم. و اعتبار اعتراضات بله. زنان من همیشه که چنین هست به هر حال آیا اینها در عین حال گویای یک نیاز شدید زنان یک سازمان سراسری زنان هم نشون نمیده صد که درست. به هر حال این ابتکارات فردی و اعتراضات تک نفره یا حتی چند نفره و در فضای مجازی تو مقداری میتونه موثر باشه صد درصد بسیار بسیار نکته درستی هست و متاسفانه ببینین اون تلاشهایی که میشد در دوران جنبش یک میلیون امضا و بعد مبارزه که به طور جمعی برای قانون خانواده که آقای احمدی نژاد به مجلس داده بود در دور دومش دو فکر میکنم بود که می میرفتن مجلس اعتراض میکردن به طور گروهی کتابخانه زنان ایجاد شد شاید اینا قدم های اولیه برای ایجاد یک سازمان سراسری زنان بود حالا سراسری که میگیم به نسبه دیگه به سراسری بل. 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 ولی خب ده سال حکومت رئیس جمهوری آقای احمد نژاد واقعا ضربه های وحشتناکی به حرکت های زنان زد مادام که دموکراسی در ایران وجود نداره و وجود نداشته باشه مادام که حق به اصطلاح حق طلبی به رسمیت شناخته نشه متاسفانه امکان وجود تشکیلات جدی زنان منتفی به شما حکومت مطلوب برای تحقق مطالبات برابری خواهانه زنان رو سکولار دموکراسی میدونید بله. درسته؟ درصد آره. باله. ولی هستن کسانی که نظر دیگه ای دارن و اونا میگن که نکه حکومت به سکولار دموکراسی در حال حاضر با شرط امروز سیاست و اجتماع جامعه ایران میتونه یه خود نخبه گرا باشه در نشه در برگیرنده همه نیست این انتقادی هست که به نظر شما میشه؟ به نظر من این انتقاد بله وجود داره فقط هم به نظر من نیست یعنی در رابطه با مسئله حقوقی زنان نیست مسائل دیگر هم هست به طور کلی جنبش به اصطلاح دموکراتیک خواهی ایران هست اما شاید دلیلش عدم درک معنای واقعی سکولاریسم باشه یعنی که سکولریزم در حقیقت یا ای که در فرانسه وجود داره به معنای ضد مذهب بودن یا ممنوعیت مذهب که نیست سکولریزم به این معناست که دولتی که بر سر کار هست دولتی هست که از هیچ نوع مذهب خاصی حمایت نمیکنه به هیچ نوع مذهب خاصی امکانات معینی رو, رو نمیده اما افراد میتونن مذهب خودشون رو داشته باشن فعالیتهای سیاسی داشته باشن حتی لابی کنن یعنی برای خواستهایی که خودشون دارن های مذهبیشون حتی میتونن فعالیت کنن اما دولت دولت سکولر هست دولت دولتی هست که جانب هیچ مذهبی رو نمیگیره و اجازه نمیده که مذهب وارد قوانین، حقوقی یا رفتارهای اجتماعی یا فرهنگ اجتماعی بشه حالا که خب مسئله مذهب هست در خیلی جوامع هست افراد به هر دلیلی میتونن به یک به اصطلاح قدرت مافوق بشری اعتقاد داشته باشن به هر دلیلی و اون مسئله سکولریزم نیست واقعا بسیار خب حالا یک انتقاد دیگه ای هم که معمولا از صلاح روی کرده به مسائل زنان میشه توسط فعالینش که میگن یه مقداری نخبه است. یعنی صحبت از این میکنن که انگار اینها در برج آج نشستن و دارن برای زنان خاصی نمایندگی از طیف خاصی از زنان ایران میکنن که عمدتا طبقه متوسط تحصیل کرده هستند و خاصهای مشخصی در طیف طبقاتی خودشون دارن و چشمشون به روی خواسته های بقیه زنان تا حدود زیادی بستن اولا شما اینو قبول دارین اگه دارین راه چاره چیه اجازه بدین اینجوری بگم آه. که به نظر من این مسئله که این انتقاد فقط شامل ایران و حرکات های زنان نمیشه الان به نظر من من در کانادا زندگی میکنم و به هر حال تا یه حدودی با جنبش های زنان و مسائل زنان توی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی آشنا هستم الان ضد فمینیزم درست به اندازه خود فمینیزم یه جنبش قوی هست اگر نه قوی تر و راه به اصطلاح مقابله با فمینیزم چی هست؟ تخته کردن فمینیزم و خواست های فمینیزم و اتهام مخ... نخبه گرایی به اون از اینکه بگذریم این یه واقعیتی است که به هر حال فمینیزم در امریکا و کانادا و اروپا هم به هر حال توسط به اصطلاح زنان طبقه متوسط و زنان تحصیل کرده شروع شده بود و ادامه پیدا کرده و همیشه این مسائل هست در کانادا که من بیشتر باش آشنا هستم و درگیر هستم من اصلا قبول ندارم که الان در این مرحله فمینیز در یک مرحله اونجوری که شما میگین بوده واقعا که نخبه گرایی داشته ولی الان در این مرحله به خاطر همین انتقادات چه از جانب اقلیت‌های نژادی و چه از جانب به اصطلاح کسانی که از لحاظ درآمد نمیشد طبقه متوسط اونا رو قلم داد کرد به خاطر این انتقادات خیلی بازنگری شده الان یکی از قوی ترین جنبش هایی که زنان کانادا درش شرکت دارن از هر واقعا فرهنگی و قومیتی که باشن مسئله جنبش ضد فقر هست زنان در این جنبش بسیار این هستن. نه، نه، اجازه بدین آها. منظورم این هست که خب این همه این برداشت ها یه مقداری با نگاهی به فمینیزم غربی است با توجه به برداشتی که هست در ایران مثلا یا کشورهای خواهر میانه که فمینیزم یک چیز وارداتی یک ایدولوژی وارداتی هست که این هم درست نیست زنان ایران فرض کنین از 1305 شما فکر کنین که در 1311 در ایران بعد از جنبش مشروطیت 20 شبنامه و نشریه زنان انتشار پیدا میکنه این چی رو به ما میگه ام. که مسئله مبارزه برای حقوق زنان در ایران واقعا به همون قدمت شاید جنبش فمینیستی در کشورهای دیگه باشه ام. در خاور میانم هم همین طور بوده بنابراین اینو من میدونین تا یه حدودی میپذیرم اما نه به این طور مطلق و همینطور که گفتم به حال جنبش زنان ایران یا حرکت زنان ایران هم به هیچ عنوان به نظر من فقط طبقه متوسط نبوده مسئله فرض کنین مسائل حقوقی که زن و برابری حقوقی در خانواده به نظر من اگر این برابری کسب میشد اگر مسئله به اصطلاح شریعت زدایی میشد از قوانین ایران بیشتر به سود زنان زحمتکشی هست که امکانات مالی ندارن و امکانات اجتماعی و پشتیبانی رو ندارن که بتونن با مرد ظالمی که ممکن هست که بخواد حقوقشون رو نقض کنه مواجهه بشن خیلی متشکرم از اینکه خود چون رد کردین این حرفو دیگه احتیاجی به راهی چاره نیست خیلی متشکرم <تصفح> <تصفح> با شما خانم هایدی موریزی ممنون از شرکتتون در برنامه شای. مرسی مجردی